درود بر شما. 22 اسفند ماه 1399 خورشیدی و 12 مارس 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به کولبری و کولبران در شرق ایران و شمال شرقی ایران، عمدتا در استان کردستان با آذربایجان غربی. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. ببینید، قانون اساسی در جمهوری اسلامی نوشته است برای اجرا نشدن. یه اسم فقط، مثل یک کتابی که شما گذاشته باشین تو قفسه کتاباتون، هیچ وقت سراغش نرفته باشین، سراغش نرین. تنها اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چپ و راست میرن سراغش، دو تا اصل مربوط به نظارت استصوابی و ولایت مطلقه فقیه، دو تا اصلی که بیش از همه نظام استبداد مطلقه آخوند بر کشور رو تعریف میکنه. بقیه اصول همین قانون اساسی خودشون متن خاک تو سر تو قفس است. مثلا بر اساس اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است برای شهروندان کار و شغل مناسب شأن آنان، منزل و امکانات و در کل شرایط بهزیستن را فراهم کند. این امر تکلیفی برای دولت و حقی برای ملت محسوب می شود. حق ملت که حرف مفت، به قول مصباح یزدی که این اواخر مرد و بعد گفتن تو داشتن می شستنش، پاشو چشو با کرد و چشمکی زد و اینا. او به روشنی گفت مردم چه حقی دارن؟ بارها پخش کردیم صحبتاشو. حق فقط مال ولی امر مسلمینه. تکلیف دولت هم که اون حق مردم، تکلیف دولت هم که برای فراهم کردن شرایط بهزیستن مردم روشنه، فقط برای لایه نازکی از تازه به دوران رسیده های حکومتی. وگرنه مردم شیوه های مختلفی از تلاش برای زنده ماندن رو تجربه میکنن. کولبری یکی از همین تلاش هاست. جمهوری اسلامی باعث شده که واژه ها و اصطلاحاتی به وجود اومده که زاده شرایط زندگی تو این 14 بعد از انقلابه. کولبری یکی از همین واژه هاست، یا سوختبری مثلا که هفته پیش دربارش برنامه داشتیم. قبل از انقلاب جوانان دیروز که این واژه ها رو شنیده بودن، کسی به کار نمی برد چون وجود نداشت. شباهت‌های زیادی هست بین دو شغل به وجود آمده در جمهوری اسلامی که اینجوری اشتغال زایی کرده، و بعد میگم که خودش اون وقت جلوشو میگیره، اینجوری اشتغال زایی جمهوری اسلامی. اشتراکی که دارد دو شغل، کولبری و سوختبری، یک دلیل به وجود آمدن این شغل هاست که فقر اقتصادی، تبعیض و بیکاری است و مامورای حکومت هم سوختبران در شرق ایران و هم کولبران در غرب ایران رو خیلی راحت هدف میگیرن و میکشن. این دوتا نقطه مشترکه. حالا ویژگی های هر کدوم دارن که صحبت میکنیم. در باره سوختبرا هفته پیش صحبت کردیم، قرارمون هم این بود که امشب درباره کولبرا صحبت کنیم. آمار سالانه کشته شده های سوختبر و کولبر تقریبا برابره. این هم از اون شگفتی هاست. رسما اعلام می شود که آمار سال 98 جانباختگان کولبر 79 نفر و زخمی شدگان 165 نفر. این ثبت شده. بر طبق این آمار 57 نفر از این تعداد در نتیجه تیراندازی مستقیم کشته شدن. تیراندازی مستقیم ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران. و 22 نفر دیگر در جریان حوادثی همچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای در نتیجه تعقیب و گریز توسط نیروی انتظامی و همچنین انفجار مین‌های پاکسازی نشده جان خود را از دست دادند. در رابطه با، البته ببینین، این مین های پاکسازی نشدم از این متنی که دارم براتون میخونم، متن باز رسمی است. مین های پاکسازی نشده چیه؟ بله، مین های دوره جنگ ایران و عراق پاکسازی نشده خیلیش،
ولی باز در طول برنامه اشاره خواهم کرد، ولی خود جمهوری اسلامی جدا از جنگ در چند سال اخیر برای جلوگیری از رفت آمدهای به اصطلاح غیر قانونی مرزی بخشی از مرز رو مینگذاری کرد. باز اینا ربطی به اون مینهای پاکسازی نشده نداره. باری در رابطه با زخمی ها و مصدومان نیز 154 تن با شلیک مستقیم از طرف ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی و 11 نفر دیگر در پی حوادث و اتفاقات ذکر شده مصدوم شدند. گولبران از نوجوان 13-14 ساله هستند تا سالمندان 60 و چند ساله. چرا میکشنشون؟ چون حکومت میگوید گولبران مخل امنیت کشورند. از ارتفاعات دره ها در نیمه های شب این حرکت میکنه. ما به عنوان مرزبان مسئولیم اینو کنترل کنیم. اگر کنترل نکنیم باید پاسخگوی قانون باشیم. کولبر نیست. این اصطلاح بدی افته که به این میگن کولبر. این قاچاقچیه، این مخل امنیته. این بچه هایی که دیدین اینا قاچاقچی هن، اینا مخل امنیت هن. کی با مردم خودش این کارا رو میکنه؟ 23 مهر ماه 97 حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم. این کلمه کولبر هم کلمه ای بود که نمیدانم کجا اختراع شد، هم برای خود مردم و هم برای مسئولان مشکل درست کرد. نمیداند از کجا اختراع شد. مردم مجبور به کولبری میشن چون گرسنگی و تهیدستی آنان با دعا و شعارهای دولت حل نمیشود. رئیس سازمان برنامه بودجه استان کردستان سهم بخش صنعت در اشتغال را 8.8% در کردستان و 3% در آذربایجان غربی اعلام کرده و گفته است که از مجموع 758 واحد تولیدی در کردستان 128 واحد راکت، 242 واحد نیمه تعطیلن، یعنی نیمی از کارخونه ها و واحدهای تولیدی در کارگاه ها تعطیل شدن در کردستان. احسن علوی نماینده مجلس فروردین امسال نرخ بیکاری واقعی در کردستان را 40% اعلام کرده، یعنی تقریبا از هر دو نفر نیروی کار یک نفر بیکاره. از هر دو خانواده یک خانواده نانآور نداره. اینقدر این آمارای وحشتناک رو گفتیم که دیگه به قول اسفونیا دندمون نرم شده است. دیگه میگیم از دو خانواده یک خانواده نانآور نداره برای جمعیت 7 میلیونی استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی. این یک فاجعه بشری است، ولی ما همینجوری آمارا رو میگیم میریم. نتایج یک پژوهش که حدود 5 سال قبل انجام شده نشان می‌دهد که حداقل 1/3 جمعیت ساکن در استان کردستان زیر خط فقر مطلق هستند. استان آذربایجان غربی هم تقریبا وضعیت مشابهی دارد. من اینا را از دیدار نیوز خوندم، یعنی از رسانه‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه. استان کردستان بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت داره. 0.5 میلیون نفر از این جمعیت در سنندج مرکز استانن، بقیه به ترتیب در شهرهای سقز، مریوان، بانه و سه شهر دیگه این استان که دارین رو نقشه میبینید. بر اساس آماری که سال 89 از ترکیب جمعیتی استان آذربایجان غربی مرکز آمار ایران منتشر کرد، در این استان 76% ترک، 21% کردند، بقیه فارس و عرب. کل جمعیت حدود 3.5 میلیون نفره. این ترک و کردم که میگم تفکیک جمعیتی اهمیت داره، به خاطر اینکه کولبران همه کردن و این نکته ایست که قابل توجه واقعا صحبت میکنیم در طول برنامه. استانهای مرزی به طور کلی، یعنی 4 استانی که عرض کردم و سیستان و بلوچستان برای مثال این طرف، اینا جزء استانهای صنعتی کشور نیستن. تخصص و مهارت حرفه‌ای در حرفه‌هایی که به شهرنشینی و جهان صنعتی مربوط میشه به ویژه در استان کردستان و آذربایجان غربی بسیار پایینه، چون سرمایه گذاری نشده اونجا.
آماری که خود دولت با افتخار اعلام میکنه، میگه 70% جمعیت بیکار این استان مهارت و تخصص ندارند. حرکت از مدرک گرایی به سمت مهارت آموزی میتواند کلیدی برای باز کردن قفل بیکاری بیش از 40,000 تحصیل کرده آذربایجان غربی و دانشجویان در حال تحصیل باشد و بستر رونق کسب و کار را فراهم کند. اما همینک 70% بیکاران مهارتی یاد نگرفتند، تنبلی کردند. تا شرایط آموزش مهارت حرفه‌ای وجود نداشته باشه، این حرفا فقط کشفیات به درد نخوره. شرایط هم یعنی کارخونه، یعنی بازار، یعنی مرکز صنعتی و تجاری، یعنی هنرستان که در استانهای مرزی وجود نداره. فقط در مراکز استان بازارهای سنتی رو میشه دید که ربطی به کارآفرینی نداره. بیش از نیمی از جمعیت مناطقی از کردستان از جمله مریوان کولبرند. دهیار روستای نی در حومه مریوان با بیان اینکه بیش از 50% مردم این مناطق کولبرند و روزی خود را از این راه به دست می آورند، می گوید مردم این مناطق فقیرند، در دوران جنگ هم زیر بمباران دشمن بودند و از بمب‌های شیمیایی دشمن صدمه دیدند. حالا هم دولت معابر اصلی و هموار را که به راحتی با قاطر می توان از آن عبور کرد بسته است. به جای معابر اصلی، معابر غیر رسمی در دل کوه باز کردند که محلی ها به آن معبر مرگ می گویند. کولبرها باید با بارهای 50 کیلویی در این معابر ارتفاع 4,000 متر را بالا بروند. به گفته دهیار روستای نی، کولبرها در این مناطق هر روز در خطر مرگند و روزی چند نفر در این معابر نقص عضو می شوند یا جانشان را از دست می دهند. پارسال دو برادر 17 و 14 ساله آزاد و فرهاد خسروی در حال کولبری از سرما یخ زدند و مردند. که تکون داد این حادثه کردستان رو. چاره ای نداشتن، باید میرفتن کولبری. پدر این خانواده دارای معلولیت جسمی و مادرشان دارای معلولیت ذهنی است. این دو برادر هم برای امرار معاش و توان ادامه تحصیل کولبری میکردن. فرهاد آزاد خسروی اهل روستای اطراف مریوان بودن. یک نمونه دیگه بگم و بگذاریم. با کرونا چنان که میدانید خیلی از بچه‌ها از ادامه تحصیل محروم شدن، چون موبایل ندارن که از اینترنت شاد آقایون استفاده کنن. مانی 14 ساله یکی از این بچه‌هاست. مانی و مادرش که اهل روستاهای اطراف پاوه هستند تو استان کرمانشاه با هم کولبری میکردن. مادر مانی میگه پسرم سال گذشته معدل 18.93 آورد و همه نگرانیش مدرسه رفتن بود. کولبری میکرد که بتواند موبایل بخرد و از درس و مشقش عقب نیفتد. 24 شهریور 99 مانی و مادرش روناک 4 بسته 25 کیلویی لوبیا را که در عراق مشتریان خوبی دارد با خود به نقطه صفر مرزی بردند. از ساعت 2 صبح راه رفته بودند تا به آنجا برسند. کمی مانده به مرز همراه چند کولبر دیگر استراحت می‌کردند تا آسمان روشن شود. اما وقتی سپیده زد ماموران سر رسیدند و بار همشان را توقیف کردند. وقتی ماموران از آنجا دور شدند و بقیه کولبران هم رفتند، مانی به مادرش گفت که 2 بسته از بارها را از همون لوبیاها رو کنار سنگی مخفی کرده. مانی از کوه بالا رفت و خودش را به بارهایی که مخفی کرده بود رساند، اما همین که میخواست بسته های لوبیا را پایین بیاورد ناگهان یک خودرو سر رسید و مأموری از آن پیاده شد. او به مانی گفت بارها را زمین بگذار و برو، اما پسر کولبر همراه بارها شروع به دویدن در سراشیبی کوه کرد. همین که چند گام برداشت پایش پیچ خورد و به پایین پرتاب شد. اینا به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دولت تدبیر و امیدشون قاچاقچیان و تروریستن. و اگه از کوه نیفتن یا از سرما یخ نزنن ما با گلوله میزنیمشون. یعنی هیچ کاری که تر نیه لر کردستانی و باشا لطا دی که نامنه لر مثلا شغل دلی کار و کسب نه ولانیا امنه که روژه بیش زرت من ام بخوم سیه سرخمه یا گده هز بیش زرت من روژه درامت با شغلم ندکر چون گه چون اشول خطره خطره سینگو خوم همیشه با گلوله نه مثلا جنوم دالمه سیم دون قرباشتون او کرخمه اوام ندکن مثلا بیش زرت من کم ده بر دوم آلم
کارو کسبی نیم هیچ دیر. اگر شغل ترم بوم مثلا روی ساز ذات من این دست گنوم شغل خدا دائمی بولا ای کاری ما کارو حزم کاری پی کاری ولی مجبوری نه پنام بردی نه پی نه و هیچ شغل ترش که ببرم کارو کسب زنی باشه که وانی بسی زنو بنیادی زن باز نو مثلا کشتن داره دمی قلابه داره بوانه کارو کسب داره بوم هیچ کارو کسب نیم اش سبهش دیگه نی کولبرا میگن میدونیم که ممکنه مامورا به ما شلیک کنن بمیریم ولی باز میریم چاره ای نداریم خدا وکیلی من اگه یک کار بود مایی یه میلیون تومن درآمد داشتم اصلا این کارو نمیکردم چون جون خودم جون قاطرم این قاطر الان خدا وکیلی دوست دارم خودم رو بگیرن کتکم بزن ولی قاطرمو نگیرن چون رفتم قرض کردم آقا من قاچاقچی من گناهبار این قاطر چیکار کرده چرا اینو میکشید به چه جرمی چرا منو میکشن بارو گرفتی ببرش دیگه چیکار به من داری مرز ممنوعه مرز نمیدونم واسه اقتصاد کشور ضرر داره خب باشه منم موافقم واسه اقتصاد ضرر داره پس ما چیکار کنیم مگه من ایرانی نیستم مگه حق ندارم که روی این خاک و آب اشتغال زایی کنه واسه من ما هم مرز نمی کنیم ولی خدا وکیلی اگر شبی سه نفرمونو بکشم مجبوریم بازم بریم مرز کنیم آماری هست که چند نفر کشته میشن واقعا غیر از این آمارهای رسمی اینا معلومه که میشه اتکا کرد به آماری که چند نفر کشته میشن ببینید آمار رسمی از سوی مراکز وجود نداره فرمانداری آمار حوادث هر شهر رو دارن ولی اعلام نمی کنن اما فعالین منطقه خودشون هر سال آماری رو منتشر می کنن که در سالهای گذشته هر سال ما بین 150-100 نفر کشته شدن کولبران رو داریم در سال جاری میلادی که الان ما روزهای آخرش رو داریم تا کنون نزدیک به 250 نفر اعلام شده است این آمار غیر رسمی با هویت و نامشون اعلام شده است که این کولبران در اثر تیراندازی یا انفجار مین یا سرما زدگی و یخ زدگی یا سقوط از پرتگاه دچار حادثه شده این هم آماریست که ثبت شده 250 نفر در سال جان انسان چقدر میارزه در جمهوری اسلامی اگر کار کنی زحمت بکشی چقدر درآمد داره هر کولبر هر دفعه که بار میبره اون بره مرز در برخی مناطق مرزی ایران کولبری تنها راه امرار معاش مردم است و کولبرها با وجود خطر مرگ در گرمای تابستان و سرمای زمستان به کار ادامه میدهند کولا گچن کیلوئه اخوان ازن چنک پولار گیری بیری هنچ کافیسی ندم چنک چن کیلوئه چن کیلوئه چن کیلوئه چن کیلوئه بچن کالی بچن دین گه کالی بچن دین اوا 180000 به ساز اتمنه گریتو بچن ساز بیر ای فیلمبرداری از کولبران در ایران جرم است. نیروهای مرزبانی و امنیتی ایران به کولبران هشدار دادند، با خبرنگاران صحبت نکنند و اگر فیلمبردار یا عکاسی را دیدند، به ماموران گزارش بدهند. اما پول بانی او برخو گاز در دیاریم خاطه پول او برخو گاز و شتاکی خلاص هشتم خلاص هشتم او هم مدرسه که جیشتی هم بخواه او کارا گوه نه بقدر بیه پولی هره والا او سه کدونه هجده کیلوه هجده کیلوه چند ساعت بپیاد آقای؟ ساعت سه شو چوینه؟ ساعت سه شو آدم ایزه گرمسی بیاره ساعت دوانزه نیمه روی سن پول واره گله بدی؟ بالا با سازارت وین بکورم. بالا کاکا با سازارت وین بو کوچیت. نه والا خالق. نه والا سازار بس اتلی برنج من اگه چاو. ایو هر صحنه ای که میبینین یادتون بیاد که وزارت کشور اینا رو قاچاقچی خطاب میکنه و کلن به عنوان تروریست با اینا برخورد میشه کمین میذارن براشون که بزننشون
اینایی که دیدین از جمله بچه‌های کولبر مثل همون محصلی که دیدین همه خانواده دارن، پدر، مادر، زن، بچه‌شون منتظرشونن و نگران اینا وقتی که راه میفتن. وظیفه ما ای کاری کرد مجبوره جمع زاو کنم پیش زحمتی وای کرد آپی کولبریه خانواده خش مخواه و وای من خم خانواده خم سه شوار زنگ باعث هتیمو اجازه باشی مثلا اگر شون لذت سانم اجازه بو اجادیر های لذت رسانم معمولیه معمولی هشته یا مثلا شون نکن بعد شونی آنتی ندا پیام من باتی خم دو زنی بوده مجبور بر نگران نبی اجازه من مفلان شونه لخطر داشت ما یه حال مخطر یه حال مکمینه. ببینین این آدمای شریف زحمتکش هر لحظه ممکنه بیفتن تو کمین. باورش خیلی سخته که یه حکومت بیاد برای مردم خودش که از نداری مجبور به بارکشی شدن در این شرایط وحشتناک سخت کمین بذاره شکارشون بکنن. رابطه اوتال عالم سی نفر چون نفرش میگه گوش داد. لا تقاد تو کمین بودن دروی نخاف ولید داد. تخکیوی کمین چه نیروی نظامی بود؟ نیروی نظامی بود، آنه که بسیار نبود، هد بود بابا اگر استیدم حال دی وریاده که وریاده بیتوا اواج نخافل دید دادا اوای حال وقت قتل لیک تخمانی ازدنده گره دانی تو کردی ازدنده گره دانی صاحب برکت هد بیتی والا خو عثمان و محمود بوشیم عثمان معمود چه هاو تولا وی بیت اس سا او معمود انو دانا گولا انا آل وی داو لحی فی برینه که هندی او آخر بو هندی او آخر بو دستی اگرد زنازا کام بردو او آب حتی دستی پر پر لگل رب خدای جهات معنوی خدمت به خلق الله هست، خدمت به انسانهای محروم است. غیر از کشته شدن با گلوله ماموران جمهوری اسلامی، کولبرگاه دستگیر میشن و دادگاه عدل اسلامیشون که به قول خمینی خدمت به اسلام میکند محاکمشون میکنه. و ببینین دیگه میفرستنشون زندان، ببینین داستان چیه. در حالی که کولبران هر روز هدف شلیک ماموران مرزی هستند، اجناسی که آنان حمل می‌کنند بدون هیچ مشکلی در نقاط مختلف کشور به فروش می‌رسند. آب رحمان او چند کیلو قرص او کارتون آنها؟ 15 کیلو دیگه. 15 کیلو هدایی کی؟ بله. چند سال خریدی میشه؟ ما آب رحمان. الان تازه دست فکر دید تو. تنها میشه. تازه زنده برو. هر بار جرمی اما گیر اوی. چند سال حکمیان داروید؟ دو سال منگه کی؟ جریم مشتیان کردی؟ فقط دو. چند جریم مشتیان کرد؟ لینوکش 600. بارکه خوی باید چنده ای بود؟ ای خوم نبود، کره بار بود. کره بار کی چنده بود؟ کره بار کی 600,000 بود. 600,000 یک میلیون 600 دینار 600,000 تومان جریمه کرد. دو سال. بیشتر ویدیوهایی که تا اینجا دیدین از فیلم مستند برای کردها ایستی در کار نیست گرفته شده بود. نسخه کامل این مستند با ارزش رو در برنامه اکران همین یک شنبه صدای آمریکا ساعت 12 شب به وقت ایران خواهید دید. اگه بخواین ببینین ساعت 12 شب یک شنبه. تهیه کننده این مستند مازیار بهاری است و سازنده فیلم جمشید بهرامی که خود آقای بهرامی کولبری کرده. من اهل شهر مریوان در استان کردستان ایران هستم. بسیاری از اقوام با آشنایان من با کولبری امرار معاش می کنند. در دوران تحصیل در دبیرستان حوالی سالهای 1373 خودم هم چند باری کولبری کردم و چند باری هم برای عکاسی از کولبران با آنها همراه شدم.
خب در خدمت آقای جمشید بهرامی هستیم. خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر آقای بهرامی عزیز. چند سالتون بود شما کولبری میکردین و چه مدت این کاری کردین؟ قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و فلاحتی عزیز و همچنین خدمت بینندگان عزیز. من به نوبه خودم تشکر میکنم از شما و صدای آمریکا که وقت برنامه‌تون رو به این موضوع مهم اختصاص دادید. هر شبت که من به جرأت میتونم بگم در کردستان ایران مخصوصا در شهرهای مرزی کمتر کسی رو شاهد هستیم که کولبری نکرده باشه، حداقل چند بار ناچار شده که کولبری کنه. ماها که بعد از انقلاب به دنیا اومدیم، بعد یعنی همه چیز رو تجربه کردیم. ما جنگ ایران و عراق رو تجربه کردیم، بعد جنگ متاسفانه جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی با احزاب کرد رو تجربه کردیم و بچگی هامون با این کابوس ها بوده و با این کابوس ها بزرگ شدیم و نوجوانی و جوانیمون دورانی بود که ما جنگ تموم شده بود و ما برگشته بودیم به شهرها که آواره شده بودیم و در یعنی واقعا مشکلات معیشتی داشتیم. همه چون یک شهر جنگ زده کاملا با خاک یکسان شده بود، شهر مریوان که شهر زادگاه من هست. در سالهای 73 به این ور من چند باری کولبری کردم به خاطر اینکه ناچار بودم کولبری بکنم و خیلی از دوستان من، همکلاسی های من که بعدها اکثرشون رشته های دانشگاهی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا رو هم خوندن، اینا تجربه کولبری داشتن و دلیل اصلیش هم همونطوری که یعنی خودتونم در رابطه با آمارها گفتید جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی میخواد که این تصویر رو از کردستان نشون بده. من به جرات میتونم بگم که کردستان الان هم در اوایل انقلاب از نگاه جمهوری اسلامی، کردستان الان هم که الان نشه بعد از 42 سال در دهه 60 هست، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ اقتصادی. به همین دلیل طبیعیه که شهرهای مرزی به این چنین، هرچند که ما کولبرهایی رو داریم که فقط اهل شهرهای مرزی نیستن، در شهرهای دیگه استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان شهرهایی هستن که مرزی نیستن، ولی بیشتر جوانها ناچارن در هفته یکی دو بار برن شهرهای مرزی کولبری بکنن و برگردن حداقل شب رو بچه هاشون با شکم گرسنه نخوابن. آقای بهرامی یه مقدار تو جزئیات میخوام اگه ممکنه توضیح بدین که چجوری از چه کسی شما خبردار میشدین که بارو باید برین مثلا از فلانجا تحویل بگیریم، به فلان کس در فلانجا تحویل بدین، کی خبر میداد؟ یعنی منظورم اینه که ارتباط در این بازار، در این لااقل بگیم این معامله غیر قانونی به اصطلاح، بحث مثبت و منفی بودن نیست، بحث این است که میخوام ببینم چه آدمهایی، چون بی تردید شما جنس رو از دلال تحویل میگیرین میگرفتین و کولبرا از دلال تحویل میگیرن، از صاحب کار که تحویل نمیگیرن، معلوم نیست کی هست. یک، چگونه این کار انجام میشه؟ دو، آیا معلومه که این اجناس سرش به کجا وصل خلاصه و کولبرا در واقع فقط کارگر کم دریافت کنه اینا هستن؟ بله، متاسفانه کولبرها درسته به اسم قاچاقچی شناخته شدن، ولی قاچاقچی های بزرگتر کسای دیگه هستن که پشت پرده هستن و همچنان که خودتونم گفتید اصلا شناخته شده نمیشن. واسطه هایی در این بین ها هست که این واسطه ها مستقیما به صاحب بارها به نوعی وصل هستند و این واسطه ها کولبرها رو هدایت میکنن به سمت بارخانه هایی که در نقطه صفر مرزی یعنی در کردستان عراق هست و اونجا بار رو تحویل میگیرند و در کردستان حالا یعنی عابر کولبری رو طی کردند اونجا تحویل میدن. میخوام این رو بگم که کولبرها به اسم قاچاقچی شناخته شدن، فقط کولبرها نیستن، متاسفانه همه مردم کردستان به نوعی کسایی که با جمهوری اسلامی فقط نیستن، یعنی بقیه به نوعی مجرم هستند. فیلمسازها، دیگر اندیشان، روزنامه نگاران به نوعی اینها
جاسوس‌های کشورهای معاند، جاسوس‌های اسرائیل هستند. من در فیلم اگه توجه کرده باشه خودتونم که این تیکر رو پخش کردید، میگم که فیلمبرداری از کولبرها جرمه. کسی که دستگیر بشه به خاطر فیلمبرداری از کولبرها، اولین چیزی که، اولین اتهامی که بهش میزنند، همکاری با دولت‌های متخاصم، جاسوسی برای آمریکا، جاسوسی برای اسرائیل هستش. در حالی که قاچاقچی‌های بزرگتر فرماندهان سپاه پاسداران هستند، مسئولان نظامی و انتظامی و مسئولان دولتی جمهوری اسلامی هستند که از معابر اصلی و از افزون بر معابر اصلی. نه، حالا در اون که خب بارها صحبت کردیم، اسنادش هست و روشنه، خودشون هم میگن که 98% قاچاق از معابر اصلی میاد. یه موقعی میگفتن 80%، و معابر اصلی هم روشن است که دست حاکمیته به طور کلی. نه، سوالی که من کردم معطوف به این موضوع است که ببینین، اگر بنا باشد ما بیایم کولبر رو ته مسیر رو در واقع، یا این وسیله وسط رو بزنیم، ما این نیروی انتظامی یا من مرزبان مثلا هر کی، من اینو بزنم، خب من چرا نمیرم سر قضیه رو بزنم اگه قراره جلو اینو بگیرم؟ یعنی اون کسی که اگر من میخوام ممنوع کنم به طور کلی عملا کولبری رو، برای مثال فرض میکنیم که من میخوام این کارو بکنم، خب باید برم ببینم کی این کولبری رو راه انداخته. اون مراکز، برای همین پرسیدم ازتون که کی میاد میگه چجوری این کار انجام میشه. شما خودتون از کی میشنیدین؟ شما حالا اشاره کردین در فیلم، همون ویدیویی که نشون دادیم، که خانوادتون هم کولبری میکردن، خیلی از اعضای خانوادتون یا میکنن، حتما اونا به شما گفت. کی به اونا گفته؟ کی؟ یعنی این دهن به دهن گشتن، این که مرکز کجاست، جنس رو باید از کی و از کجا تحویل بگیریم. خب اینو وقتی شما میدونین، مرزبان و اون جناب سرهنگ پاسدار سردار، اون که بهتر از من و شما میدونه که اصل جنس کجاست، خب چرا نمیرن اونو بزنن؟ من میخوام یه نتیجه بگیرم، فارغ از شعار دادن، فارغ از واقعا حب و بغض علیه یا له جمهوری اسلامی، این سوال میخوام ازتون بکنم، آیا در تحقیقاتتون به این نکته رسیدین که اصولا کولبری رو خود سر قضیه خود جمهوری اسلامی است و این قاچاق، و میخواد که از بین نره باشه، در این حال من نمیدونم به دلیل، به هر دلیلی که شما توضیح بدین، حالا من نظر خودم رو دارم که ربطی به برنامه نداره، میزنه کولبر؟ بله. بگین. بله، دلیل اصلی رو در همون نگاه جمهوری اسلامی به کردستان باید جست، در همون نگاه امنیتی به کردستان باید جست. جمهوری اسلامی میخواد که کولبر باشه که بهش تیراندازی بکنه و بگه که واقعا منطقه ناامنه. ما در رسانه‌ها، در فضای مجازی میبینیم که خیلی حتی از کسایی که دیگر اندیش هستند، این حرکت‌های جمهوری اسلامی، این برخوردهای جمهوری اسلامی رو تقدیس می‌کنند و میگن که اگه جمهوری اسلامی برخورد نکنه، کولبرها اسلحه وارد می‌کنند، مواد مخدر وارد می‌کنند، در حالی که ما می‌دونیم مواد مخدر از ایران به طرف اروپا وارد میشه، نه بالعکس. از همین معابر، من یعنی توجیه نمی‌کنم، ولی مشروب وارد میشه، چیزهای دیگه‌ای هم وارد میشه، ولی جمهوری اسلامی خودش میخواد که کولبر وجود داشته باشه به خاطر اینکه نگاه امنیتی رو توجیه بکنه و ناامن بودن کردستان رو توجیه بکنه و این باعث عدم سرمایه‌گذاری در کردستان بشه. ما میبینیم که چیزی به نام کارخونه در کردستان نیست. اگه کارخونه در شهرستان مریوان باشه، در شهرستان بانه باشه، چه لزومی داره که کولبر بره شب ساعت 12 بره 12 ظهر تازه برگشته، اگه شانس داشته باشه و بهش تیراندازی نشه و در کمین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی نیفته؟ یعنی میخوام اینو بگم که جمهوری اسلامی میخواد کردستان ناامن بشه که باعث عدم سرمایه گذاری بشه و به اهداف خودش برسه. از همون اوایل انقلاب جمهوری اسلامی با نگاه امنیتی به کردستان نگاه کرد و همین حالا هم به نگاه امنیتی داره نگاه میکنه. و کولبر که از زیر زمین بیرون نیومده، کولبر یعنی زاده همون فقر تحمیلی هست، کولبر زاده همون جو امنیتی و بحران اقتصادی هست.
کولبری تا قبل از سال 96 و 97 که اشاره هایی من کردم تو اون گزارش قبل از صحبتمون، رسما ممنوع اعلام نشده بود. تا قبل از اینکه حکومت رسما ممنوع بکنه کولبری رو، میگفتن میتونین قانونی کولبری بکنین. من یه تیکه مطلبی رو میخونم، میخوام ببینم که آیا این درسته یا نادرسته. این مطلب مال دوم خرداد 96ه، نوشته حمل بار توسط کولبران به دو شیوه قانونی و غیر قانونی صورت میگیرد. این مال اون موقع است. در روش قانونی بارها کاملاً به صورت قانونمند و با نظارت دستگاه‌های مسئول با مجوز استانداری و هنگ مرزی و از طریق معابر رسمی حمل می‌شود. در این روش درآمد روزانه برای هر بار کولبری 50,000 تومان است و امکان وارد کردن 70 نوع جنس به داخل کشور وجود دارد که در فواصل دورتر از چرخ دستی برای ورود این اجناس استفاده می شود. کولبری به شیوه قانونی در شهرهای چون سقز، بانه، مریوان و سرواباد انجام می شود و کولبران اجناس قاچاق را وارد نمی کنند و از کار خود راضی اند. در روش غیر قانونی ورود اجناس قاچاقچیان به کشور از طریق کوره راه ها و در میانه گردنه ها و کوهستان های مرزی به دور از هر گونه نظارت انجام می شود. در شیوه غیرقانونی حمل بار از کوره راه‌ها به صورت قاچاق است و امکان وارد شدن هر نوع کالایی مثل هر نوع مواد مخدر و سیگار و مشروبات الکلی وجود دارد، که حرف شما کاملا درست. مواد مخدر برای چی وارد ایران بشه؟ ایران مادر مواد مخدر شده الان برای همه جا. به هر حال این ماجرای قانونی و غیرقانونی تا قبل از ممنوع کردنش که در همین اواخر سال 96 بود واقعا وجود داشت، یعنی روال قانونی داشت، میرفتن اجازه میگرفتن، مجوز میگرفتن، کارت میگرفتن، اینجوری بود واقعا؟ باور کنید این اگه بوده باشه در حد، یعنی خیلی کوتاه، در یک برهه زمانی خیلی کوتاه اگه منصفانه نگاه بکنیم بوده، و این یه مدتی بود که کارت تردد به کولبرها داده میشد و بحث طرح ساماندهی کولبرها در مجلس، در حالا حتی به مجلس تشخیص مصلحت و به اینجور جاها هم کشیده شد بحث ساماندهی کولبرها. ولی همونطور که گفتم جمهوری اسلامی خودش نمیخواد که این طرح ساماندهی به جایی برسه، به هیچ وجه نمیخواد. آخه ساماندهی کولبرا یعنی چی؟ ساماندهی بکنیم به جای اینکه بیایم منطقه رو صنعتی بکنیم، به جای اینکه سرمایه گذاری بکنیم برای اشتغال مولد، بیایم کولبرا رو ساماندهی بکنیم؟ خب دقیقاً یعنی این واقعاً گروتسکه، یعنی هم کمیکه هم تراژیکه که جمهوری اسلامی اقدامهایی که در راستای حل معضلی به نام کولبری انجام میده و هر از گاهی ما میبینیم که نمایندگان مجلس و نیروهای دولتی جمهوری اسلامی فقط برای وعده وعیدی که به مردم میدن هر از گاهی بحث از طرح ساماندهی کولبرها میکنن، در حالی که چیزی به نام کولبری از خیلی وقت پیشتر هم بوده و جمهوری اسلامی به همین شیوه برخورد کرده، ولی در اون دوران رسانه ها نبودن، در اون دوران فضای مجازی نبود، ولی از زمانی که فضای مجازی بوده یعنی هست و رسانه ها بیشتر به این میپردازن، چیزی به نام کولبری بیشتر مورد توجه رسانه ها بوده، در حالی که قبل از انقلاب ما کولبر نداشتیم، ما دورگردهای رو داشتیم که میرفتن کردستان عراق، برمیگشتن کردستان ایران و چیزی، یعنی اون مرزی که الان هست اون حد رسمیت نداشت برای مردمی که میرفتن این ور و اون ور، و الانش هم که الانه در کردستان میگن اون ور و این ور. ولی پدیده‌ای به نام کولبری با ظهور جمهوری اسلامی و بعد از امنیتی کردن تمامی نقاط کردستان، بعد از حمله جهاد به کردستان، این پدیده سر بیرون آورد و ما شاهد پدیده‌ای به نام کولبری هستیم، در حالی که این قانونی بودن و غیر قانونی بودن اصلا همونطور که گفتم هم تراژیک هم کمیکه، چون اگه جمهوری اسلامی هدفش ساماندهی بود اصلا سرمایه گذاری میکرد. خیلی از سرمایه دارهای شهرهای کردنشین میرن شمال ایران سرمایه گذاری میکنن، میرن ترکیه سرمایه گذاری میکنن، دبی سرمایه گذاری میکنن، تو همین آلمان سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی بهشون اجازه نمیده. ما دیدیم و حتی مثلا تیمهای فوتبالی که مثلا سرمایه دارهای شهرهای کردنشین اومدن و اسپانسرشون شدند تا حدودی بهشون اجازه داده،
اون رو هم بهشون اجازه نداده. یعنی فوتبالیستا مثلا ورزشکارهای کردستان نباید در سطح ملی و در سطح بالا در سطح قهرمانی ظاهر بشن، باید قهرمانهای ورزشی کوربری کنند، باید تحصیل کرده های کردستان کوربری کنند. من در فیلم اشاره کردم به این که در میان کوربرها هم قهرمانهای ورزشی هست، کسانی هستند که عضو تیم ملی بودند و رسانه‌ای شده. شما احتمالاً خیلی این رو دیدن که فلانی مثلا تو فلان شهر مجبوره به خاطر اینکه هزینه های تمرینش رو و هزینه های تغذیه‌اش رو جور کنه مجبوره بره کولبری کنه. این واقعا شرم برای جمهوری اسلامی که عضو تیم ملیش که نخبه دانشگاهیش باید بره کولبری کنه متاسفانه. خب امیدوارم اون وریا قفوری نبوده باشه. ببینین بله چرا کلن ممنوع کرد کولبری رو در سال 96؟ ظاهراً از زمان همه پرسی استقلال کردستان عراق در مهر ماه 96 جمهوری اسلامی دیگه کارت تردد نداد، تا اونجایی که من خبر دارم کارت تردد به کولبران نداد، بازارچه های مرزی رو هم بست. چه ارتباطی داره این همه پرسی استقلال کردستان عراق با کارت تردد کولبرای ایرانی و بسته شدن بازارچه‌های مرزی؟ ماها که در اون جامعه بزرگ شدیم این ارتباط همیشگی کردستان عراق با کردستان ایران رو شاهد بودیم و در این اواخر هم در رسانه‌ها کاملا ما شاهد بودیم. زمانی که مثلا جلال طالبانی رئیس جمهور عراق شد، در سنندج و مریوان و مهاباد و کرمانشاه مردم پایکوبی میکردند. زمانی که رفراندوم کردستان عراق شد، مردم پایکوبی میکردند و ما دستگیری های گسترده رو در کردستان شاهد بودیم. جمهوری اسلامی ثابت کرده هر زمانی که در یک بخش دیگه در مثلا کردستان عراق یا در کردستان سوریه کردها صعود میکنن در ساختار قدرت، جمهوری اسلامی میاد تلافیش رو از مردم کردستان ایران بر روی مردم کردستان ایران در میاره. یعنی میاد که متاسفانه یعنی خودش چون اجازه نمیده، چون خودش اجازه نمیده، چون هیچ کردی اجازه نداره خودش رو کاندید بکنه برای ریاست جمهوری، کرد در کردستان ایران اجازه نداره که استاندارد بشه. ما از اوایل انقلاب تا الان فقط آقای ابراهیم یونسی رو در یک مدت کوتاه شاهد بودیم که استاندار کردستان شد. تا حالا هم که هست ما کردی رو شاهد نبودیم. آقای رمضان زاده که یه مدت در دوران دوم اول خاتمی بود اگه اشتباه نکنم که استاندار کردستان شد، به دلیل ارتباطات حالا مذهبی و این بود که بیجاری و شیعه هست. یعنی جمهوری اسلامی از دو طرف با کردها مشکل داره، از یه طرف مذهبی، از یه طرف زبانی و نژادی. حالا در مثلا یه جاهایی پررنگ هست چون مثلا از هر دو طرف با اختلاف دارن، یعنی به یه نوعی هم نژاد نیستن و هم مذهب نیستن، و از یه طرف دیگه مثلا در پایین تر مثلا حالا در کرمانشاه اون فشارها کمتر بوده. ولی در کل میخوام اینو بگم که این لغو کردن کارت تردد برای کولبرها هم به همین برمیگرده. جمهوری اسلامی تلافیش رو سر مردم کردستان ایران در آورد. زمانی که دید که در کردستان عراق به طرف استقلال میرن این کار رو کرد. یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا زمانی که رفراندوم، زمانی که فدرالیسم کردستان عراق به رسمیت شناخته شد، مردم در کردستان ایران ریختن تو خیابون‌ها و مثلا توی شهر مریوان مجسمه حسین فهمیده رو پایین کشیدند. یعنی هر اتفاقی که میفته مردم در کردستان ایران تحت تأثیرش قرار میگیرن. بله تحت تأثیرش قرار میگیرن و جمهوری اسلامی هم میدونه که نمیتونه با اونها مقابله بکنه، با مردم در کردستان خب ایران آره. نکاتی که شما فرمودین در واقع ماهیت سیاسی داره اساساً، ولی کولبری اساساً ماهیت اقتصادی داره و به همین دلیل ازتون پرسیدم که چرا وقتی که اون طرف میاد همزمان با همه پرسی استقلال کردستان در کردستان عراق که البته ما به ازای عملی نداشت، این فقط یک نظرسنجی بود، همزمان با این نظرسنجی که در اون ور
مرز ایران، در داخل عراق، در کردستان عراق انجام میشه، بعد میاد کارت تردد کولبرا رو دیگه تمدید نمیکنه و همون تعداد محدودی هم که هستن و میبنده اینو. این ارتباطش من نمیدونم آیا میشه آدم اینجوری بازارچه‌های مرزی اینو اگر روشن بکنیم شاید پاسخ بتونیم در بیاریم. بازارچه‌های مرزی چه نقشی داشتن که بسته شدن و چی ان بازارچه‌های مرزی؟ اصلا بازارچه‌های مرزی اهرم فشار جمهوری اسلامی بر روی کردستان عراق هست. خیلی وقتا میبینیم وقتی که مثلا به حالا اعضای احزاب کرد کردستان ایران وارد خاک ایران میشن، جمهوری اسلامی برای مقابله میاد بازارچه‌های مرزی رو میبنده. یعنی این ارتباط اقتصادی در کردستان عراق و در کردستان ایران پیشینه ده ها ساله داره. یعنی معیشت دو طرف به یه نوعی به همدیگر ارتباط داشته. یعنی جمهوری اسلامی هر وقت که میاد با اون طرف مثلا با کردستان عراق میاد مقابله میکنه، تهدید میکنه که میاد میگه من بازارچه‌های مرزی رو میبندم، شما باید مثلا با حزب کومله کردستان ایران، با حزب دموکرات کردستان ایران مقابله بکنید و اجازه ندید که تردد بکنن به خاک کردستان ایران. در به کیا میگه؟ به کیا میگه جمهوری اسلامی؟ به احزاب کردستان عراق، به اتحادیه میهن کردستان عراق، به احزاب حاکم در کردستان عراق میگه. خب ببینید در بازارچه‌های مرزی که بسته شد، بازارچه‌های مرزی در واقع مثل منطقه آزاد عمل میکردن، یعنی اجناس از دو طرف هم از ایران هم از عراق، از کردستان عراق برای مثال میامد توی این بازارچه‌ها که در مرز بودن و بدون گمرک و در واقع بدون عوارض خرید و فروش می شدن این اجناس. اینجوری بود؟ نه گمرک همیشه بوده، گمرک همیشه بوده. یعنی یه چیز جالبی براتون بگم، این کارتل های اقتصادی که وابسته به سپاه پاسداران هستند بارهایی رو میارن که مثلا از دبی و از چین حالا برمیگرده، مثلا از خلیج فارس میاد و از داخل ایران میاد بالا و از کردستان، یعنی اینا آدرس کردستان عراق رو میدن، در حالی که بارها میاد در شهرهای مرزی در کردستان ایران تخلیه میشه و اونجا به فروش میرسه و از یعنی به یه نوعی دارن پولشویی میکنن. باری که به اسم کردستان عراق اومده در شهرهای مرزی در مریوان در بانه تخلیه میشه و به اون ور انتقال پیدا نمیکنه. یعنی بازارچه‌های مرزی بیشتر در راستای فربه شدن کارتل‌های اقتصادی سپاه که به یه نوعی به سپاه پاسداران ربط دارن، به نهادهای امنیتی ربط دارن، یک وسیله خیلی خوبیه و از یه طرف دیگه هم که یه اهرم فشاری هر از گاهی بر روی کردستان عراق و هر از گاهی هم بر روی کردستان ایران. پس چرا بس بازارچه‌های مرزی رو؟ خب همونطور که گفتم انتقام کردستان عراق رو از مردم کردستان ایران گرفت جمهوری اسلام. بله ولی اینطوری که توضیح دادین بازارچه‌های مرزی به نفع سرداران سپاه و قاچاقچی‌های کلان و خب پس چرا بستش؟ بله این موقتیه. ما میبینیم یعنی در طول این حداقل من میتونم بگم 20 سال پیش ده ها بار این اتفاق افتاده، ده ها بار بازارچه‌های مرزی بسته شده دوباره باز شده. جمهوری اسلامی یه امتیازی از اتحادیه میهن کردستان، از حزب دموکرات کردستان، ببخشید اتحادیه میهن کردستان عراق، از حزب دموکرات کردستان عراق، از حاکمیت اقلیم کردستان عراق گرفته، بازارچه رو باز کرده. یعنی این شل کن سفت کن در طول حداقل 20 سال اخیر این سابقه داشته، آقای بهرامی تازگی نداره. بله 3 دقیقه وقت داریم. اول یک سوال، وقتی به نقشه استان کردستان و استان آذربایجان غربی نگاه میکنیم میبینیم که چند تا شهر و شهرستان با عراق و ترکیه هم مرزن. سوال هم اینه که کولبری عمدتاً به کردستان عراق و بالعکس انجام میشه، اگر درست بگم از هر دو استان کردستان و آذربایجان غربی، حجم کولبری در کدوم استان بیشتره و مناطق و روستا و اطراف شهرها اینا از کجا بیشتر این کار انجام میشه؟ در حداقل در طول 20 سال اخیر هر از گاهی مثلا در کردستان، در استان کردستان بیشتر بوده، هر از گاهی هم در کردستان در استان آذربایجان غربی بیشتر بوده. ولی تلفاتی که در سال 2020 یعنی از
زمستان 98 تا زمستان 99 ما شاهدش بودیم، 40%، بیشتر از 40% از آمار کشته‌ها و زخمی‌ها در استان آذربایجان غربی بوده. و از کدوم شهرها بیشتر، یعنی از کدوم مناطق بیشتر؟ از سردشت و اشنویه بیشتر. ولی در حالی که این درست اونجاها بوده، ولی کولبرهای رو ما شاهد هستیم که اهل اشنویه و سردشت نیستن، از شهرهای دیگه آذربایجان غربی ناچار میشن برن اونجا کولبری کنن. بله. همچنان که در استان کردستان هم از شهرهای دیگه میان بانه و مریوان و ناچارن میان اونجا کولبری میکنن. آقای بهرامی ببخشید چون فرصت نداریم. بله. این سوال مهم، یه دقیقه من نمیدونم چجوری میتونیم توی یه دقیقه جواب بدیم، ببخشید که وقت محدوده. ببینید من آماری دادم استان آذربایجان غربی که 76% ترک و بقیه کردن، اگر درست الان یادم مونده باشه. ولی میبینیم که کولبرها همه کردن، کولبر ترک، کولبر آذری ما ندیدیم. چرا؟ خب دلیلش اینه که واقعا حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه در طول این 42 سال از اختلافات مذهبی و اختلافات نژادی کاملا استفاده کرده و تا کاملا این نگاه امنیتی رو هر روز بیشتر و بیشتر بکنه. در میان آذری ها دلیلش اینه که حالا این واقعیت داره، در اکثر شهرهای کردنشین آذربایجان غربی مسئولین اداره ها ترک آذری هستند، شغل های دولتی ترک آذری هستند، در حالی که اگه اینجوری نباشه مثلا بیاییم پایین تر، مثلا بوکان که یک شهر کاملا کرد هست، چرا کولبرهای بوکانی رو داریم؟ چرا کولبرهای مهابادی رو داریم؟ در حالی که بالاتر مثلا در این رو هم بگم که خیلی کوتاه، طبق آمارها در پارسال 6 نفر از نیروهای از کولبرهایی که کشته شدن از مرز ترکیه کشته شدن و نیروهای ترکیه هم به طرف نیروهای به کولبرها تیراندازی کردن و باعث کشته شدنشون شدن. بسیار سپاسگزارم آقای جمشید بهرامی عزیز. بریم پرده آخر. یه روز در محضر امام باقر صحبت مادرشون شد، حضرت فاطمه ام عبدالله رضوان الله تعالی علیها. ایشون یه جمله فرمودن مادر من کنار دیواری نشسته بود، دیوار داشت ریزش میکرد، دست رو برداشت به سینه دیوار گذاشت، گفت به دین مصطفی ریزش نکن و از ریزش خودتو نگه دار. جانم دیوار همینجوری ایستاد، دیوار همینطور ایستاد. این مادر حضرته. جانم شب و روزگار خوش.